سلام همشون دوستای عزیز، من لالون هستم و با یک ویدیو دیگه از آموزش صفر تا صد کاراکتر اومدیم خدمت شما. حالا احتمالاً شما یا 50-50 تون رو باختین یا واقعا میخواستینش و الان خیلی خوشحالین که الان توی این ویدیو این، ولی امروز با هم دیگه اومدیم که حالا اکتینگ گراند مستر مانستات رو با هم دیگه بررسی کنیم. پس میریم با هم دیگه سراغ جین. تا آخر ویدیو همراه ما باشید. جین جانشین رئیس نایت آف فاونیاس و خواهر بزرگتر بارباراه. اون آدم سخت‌کوشی که همه وظایفش رو به بهترین نحو انجام میده، حتی اگه اون وظیفه پیدا کردن یه گربه باشه. جین برای رئیس قبلی و اصلی شوالیه‌های مانستات که وارکا هست احترام زیادی قائل و الگوی اون ونساه. از قهرمانای مانستات این ونساه که داریم میگیم. به دلیل سخت‌کوشی زیاد جین معمولا خسته میشه و توی اون مواقع دوست داره به درخت بزرگ ویندرایز بره. همه افراد مانستات و زیردست‌هاش عاشق جینن و حتی سازمان‌های کشورهای دیگه هم متوجه مدیریت درست اون توی مانستات شدن. با اینکه جین دوست داره از روش‌های مسالمت آمیز استفاده کنه، ولی اگه نیاز باشه از خشونت هم استفاده می‌کنه. اون همیشه به دیلوک احترام می‌ذاره و تلاشی که دیلوک برای امن نگه داشتن شهر انجام میده و باعث میشه که هر دوی اونا درک متقابلی از اهداف همدیگه داشته باشن. ولی ما اینا رو نخوندیم و اینا رو با هم دیگه شیپشون میکنیم. پس بریم سراغ بررسی خود کاراکتر. خب بچه ها، جین کاراکتر سورد یوزر و انمو دیگه قاعدتا، یعنی که همه تو میدون. حالا به حالت کلی گیم پلی استایلی که جین داره چجوری هست؟ آقا ببینین، یه هیلر انموه بای دیفالت. خب حالا نمیشه گفت تنها هیلر انمو، چون که هم سایو رو داریم، هم شیانیون تازه اومده اتفاقا که خیلی هم من دوستش دارم جدیدن، ولی خب برای قبلها که کسی نبود به عنوان هیلر انمو، جین عملا تنها کسی بود که این رول میتونست ایفا کنه و خیلی هم عالی کارشو انجام میداد. ولی حالا دوتا حالت دیگه هم داره. یه دونه بیلد سانفایره که خیلی بیلد کثافتیه، حالا جلوتر باهاش آشنا میشیم، که به اون حالت. یه دونه آنفیلد دی پی اسه که اینه دیگه جدی بیایم واقعا بازی نکنیم دیگه، تایم دی پی اس های فیزیکال گذشت، تموم شد. آره حالا یولام اینا همه بیاین هیت بدین نکنیم. خب بریم سراغ این که کیت جین رو بررسی کنیم ببینیم چی کار میکنه. با نورمال اتک شروع میکنیم. نورمال اتک هیچ چیز خاصی نداره، کاملا برشته و تنها آپشنی که نورمال اتکش داره اینه که زمانی که حالا بلند شو از اینجا پشت میز عزیزم، مرسی، این چارج اتکو که میزنید میزنه میفرسته رو هوا. اگه انمی سبکی باشی انمی میره رو هوا یکم حالت معلق طور میاد پایین. حالا آیا دیتور اینجا اگه میشه ویدیوش هم بذار، من حال ندارم اینجا انمی پیدا کنم الان این موقع روز. خب پس این شد چارج اتکش که یه حالت متفاوتی داره، تنها نکته یه که توی نورمال اتکش نیاز هست بهتون بگم. بریم قسمت بعدی که اسکیلش. ببینید اسکیلش دو تا حالت داره، یه دونه هولد یه دونه تبه. خب این که آقا اگه بزنین مستقیما میاد اونجا خیلی شیک اطراف خودش یه دونه ساکشن درست میکنه، میکشه تو همه چیزو، بعد میزنه اینا کنه خیلی شیک، اینجا میاد همه چیز اینجا جمع میشه پرتاب میکنه جلو، یعنی پرتشو میکنه جلو. حالا دو تا حالت داره، یکی اینجا تپ میتونید بزنید که الان دیدین، یه دونه میگه هولدش کنید که اینجا هولد، بعدا میتونید زاویه رو تنظیم کنید مثلا تا به سقف حتی شلیک کنید. خب حالا نکاتش چیه؟ بریم نکاتش رو با هم دیگه بررسی کنیم. خب نکته اول داره چی میگه؟ میگه که آقا جین میاد اول یه دونه دالت طوفان پرتاب میکنه، بعدش آقا انمی ها رو پرتاب میکنه در منطقه که ایم کرده و دیلینگ مسیف انمو دمیج. حالا میگه هولد، خب میگه که آقا به یه مقدار استامینا ازتون میگیره، ولی جین میتونه اون موقع بیاد ویرلد وایند رو استفاده کنه که پول سراندینگ اپوننت اند ابجکت توواردز هر. خب میاد چی کار میکنه؟ میگه وقتی هولدش میکنین اطرافش انمی باشه یا مثلا حالا آرتیفکت چیزی افتاده رو زمین و میکشه تو خودش، میاره اونجا جلوی سیخ شمشیرش که الان میخوای جه پرتش کنی. خب direction can be adjust، میگه که اونجا میتونید زاویهش رو تنظیم کنید. character is immobilized during skill duration، داره میگه آقا کاراکترتون بعد وقتی اینجا اسکیل هولد میکنه دیگه نمیتونه اینجا وول بخوره. خب یعنی چی؟ یعنی خیلی شیک دیگه، وقتی شما اینو میگیری
میبینی داره همینجا استامینا لازم من مصرف میکنه خیلی راحت و بعد جمع میکنه واسه پرتاب همین. خب بریم اینجا دمیجش هم نگاهی بندازیم. آقا دمیج اسکیلش چیز خوبیه، خب یعنی از لحاظ دمیج وزی نمیگیم اسکیلینگ بده، ولی اسکیلینگ خیلی متوسط و خوبی داره. بعدش استامینایی هم که ازتون میکشه 20 تاست به ازای هر ثانیه. بعد این مقدارش کی شروع میشه دل نها کنین اونجا یه دونه دیلینگ دینگ صدا میده ببینین الان شروع نمیکنه دینگ دیلین شروع که کرد شروع میکنه استامیناتون رو کشیدن و 20 تا 20 ازتون استامینا میخوره که ماکسیمم دیوریشنش هم 5 ثانیه است که نه 5 دوتا میشه 100 تا استامینا دست میتونید بدیم و 5 ثانیه رو نگه دارید، کولدنش هم 6 ثانیه است. پس این بود از المنتال اسکیل جین و بریم سراغ المنتال برسش. المنتال برسش توضیحات خیلی زیاد داره. به طور کلی یه دونه فیل درست میکنه که اولی دمیج میزنه به همه انمی های اطرافش، بعدش در لحظه کل تیمتون رو هیل میکنه و بعدش اون وسط هم هر کی باشه هیل میشه در حینی که حالا اگه دمیج خورده باشن و در کنارش هم جهت به تون تون یه فری میخوره و یه دمیج هم دوباره به همه میزنه. این برست دمیج اولیه که داره میزنه فیلد انتایر اگزیتینگ دمیج. این چیه؟ ببینید زمانی که یک انمی بیاد داخل یا بره بیرون از فیلد شما این مقدار دوباره دمیج میخوره. بعدش داره چی میگه؟ میگه فیلد اکتیویشن هیلینگ، میگه زمانی که اینو استفاده میکنی چقدر هیل میده؟ 402% اتک جین، یعنی حالا این تو لول 8 تازه، خب حالا بیشتر هم میشه، خب بیشتر هم میشه به علاوه 2888، یعنی نکن یک مقدار هیلینگ واقعا وحشتناکی داره. Continuous Regeneration یعنی در ادامه چقدر هیل میده؟ 40% اتک جین به علاوه 200 خوردی به ازای هر ثانیه که توی اون فیلد باشین هیل میخورین. کولدانش هم که 20 ثانیه است و انرژی کاستش هم 80 تاست که حالا این اکچیلی 64 تاست، حالا جلوتر بهتون میگم چرا 20%ش میپره. خب بریم سراغ پسیف تالنت اولش. نگاه کنید داره میگه آقا آن هیت جین نورمال اتک هاف 50% چانس. میگه آقا بذار من فارسی بگم چرا اصلا دارم انگلیسی میخونم. دارم میگه آقا وقتی حمله میکنه نورمال اتک جین 50% شانس اینو دارن که به مقدار 15% اتک جین کل پارتی رو هیل کنه. خب یعنی مثلا حساب کنین فرضاً جین شما 1000 تا اتک داره، 15% 1000 تا مثلا میشه 100، اینو میزنی اگه هیل شد 100 تا کل پارتی براتون هیل میشن به همین راحتی. صرفا برای آن فیلد دی پی اس جین خوبه که همیشه فول اچ پیه، ولی نه. بریم سراغ بعد. این همونی که گفتم سر برسش نیاز نیست حتما چیز باشه 80 درد تا کاست باشه. 20% انرژی برستتون زمانی که برست رو استفاده کنید بای دیفالت برمیگرده بهتون. یعنی چی؟ یعنی وقتی 20% 80 تا رو بهتون داده شما 64 تا انرژی بیشتر نیاز اسپور کنید. تموم شد رفت. و این آخرش چی میگه؟ میگه زمانی که آقا پرفکت کوکینگ میکنید روی دیشای غذایی هیل، خب ایشون 12% شانس این دارن که دوبار از اون غذا رو بهتون درست کنن، خیلی هم راحت. خب بعد اولویت تلنتار هم درست زده هویوورس، همین اولویتی که هست، اول برس بعد نورمال، بعد اسکیل بعد نورمال اتک. حالا اگر احیانا مثلا میخواین ازش توی صرفا مثلا برسشو خیلی استفاده نمی کنین و اسکیلشو خیلی استفاده قرار بکنید، میتونین اسکیلشو بیشتر لول اپ کنین چون دمیج اوتوتتون بیشتر میشه قاعدتا. خب اینم از کل تالنت های جین. امیدوارم که دیگه همه چیز متوجه شده باشین. متوجه نشده باشین اصلا مهم نیست، خجالت بکشید، ولی مهمه، شوخی کردم. توی کامنت ها بپرسین هر سوالی داشتین حتما بهتون جواب میدم. بریم سراغ کانسلیشن های جین. کانس اولش چی داره میگه؟ کانس اولش داره میفرمایند که اول جمله بندی انگلیسیه دیگه، میگه for more than one second، میگه after holding for more than one second، یعنی اگه بیشتر از یک ثانیه اون اسکیلتون نگه داری که یعنی شروع کنه اینجا پوش کردن، increase the pulling speed of the gale blade، خب and increase the damage dealt by 40%، دمیجی هم که اسکیل شما میزن 40% بیشتر میشه، خیلی اوکی. کانسلیشن دوم، when gene pick up an elemental orb particle، خب یعنی حالا چه elemental orb چه elemental particle، all party member have their movement speed and attack speed increase by 15% در 15 ثانیه. میگه زمانی که یک elemental orb یا particle رو با خود جین بگیرید، یعنی جین اونو ورداره، کل پارتی ممبرتون 15% اسپید و موومنت اسپید میگیرن، اتک اسپید و موومنت اسپید میگیرن. خب کانسلیشن سوم، سه لول روی برستتون میده که خب خیلی اوکی دیگه، مثلا برای تیمای سانفایر خب سه لول برستتون میره بالا، هیل بیشتر، همه چی بیشتر، خدا بده برکت. کانس چهارم،
کانس چهارم خیلی مسخره است. میگه آقا توی اون زمینی که توسط دندلیون بریز، یعنی المنتال برسدون فیلد که درست میکنه، همه ی انمی هایی که توی اون منطقه باشن انمورزیستشون 40% کم میشه. برای دی پی اس های انمو مثل شاو، مثل اون یارو چی بود، هتگای اسمشو یادمه، یارو واندرر، اینا خیلی جوابه. کانس چهار جین، اگه کانس چهار جین دارین ناراحت نباشین، یه دی پی اس انمو بذارین واسه حالشو ببرین. کانس پنجم سلیبل روی الیمنتال اسکیل و کانسلیشن ششم. کانس ششم داره میگه آقا تمام اینکامینگ دمیج هایی که شما قراره بخورین اگه توی فیلد اون الیمنتال برستتون باشه 35% کم میشه. خب و زمانی هم که فیلد رو ترک کنید یا 3 تا اتک یا 10 ثانیه همچنان این بافی که الان گفته، این 35% دمیج ریداکشن میخورین از همه، میمونه روتون، که خب اوکیه. نمیگیم کانس خیلی خفنه ولی اوکی. آره اینم از کانسلیشن های جین. بریم سراغ قسمت بعدی که میشه سلاح. خب بچه ناکنید توی سلاح ها یه نکته که وجود داره، خب درست جین شما یه دونه انمو ساپورت دیگه در حالت کلی، الان میگه خب اوکی چون ساپورته من مثلا بهش فقط انرژی رو چارج کنم. نه، چرا از یکی که هم میتونید از قابلیت ساپورتی بهش استفاده کنید هم دی پی اسینگش همزمان استفاده نکنیم؟ خب در نتیجه با استفاده از این توضیحی که من دادم الان، شما جینتون رو میتونید در حالی که داره کل تیمتون رو فولش میکنه در لحظه دی پی اس بیلدش کنید. خب ولی حتما هم نیاز کامل دی پی اس بکنید دیگه بستگی به شرایط خودتون داره. توی آرتیفکت هم توضیح میدن که چه تفاوتایی داره و اینا، ولی اول توی سلاح ها. بهترین سلاح برای جین به خاطر اینکه اچ پی شو خیلی بالانس میکنه پرمردیال جید کاتره، ولی سلاح سیگنیچرش که آکوا فاونیاست فیزیکال اصلا به درش نمیخوره. پس پرمودیت جید کاتر یکی از بهترین آپشن هست، بخاطر که کل کریتش رو تامین میکنه، راحت دیگه میتونین اوکی کنید و در کنارش به مقدار اچپیتون تبدیل میکنه به اتک، که خب اتک جین نیاز داره. دیدین که اونجا هیلینگش با اتکش اسکیل میشه که خیلی مهمه. آپشن بعدی هم کسی که من باز دارم فریدوم سورنه که توی تیم سانفایر گاده، یعنی خیلی گاده. دیگه آپشن دیگه ای که هست مثلا کجاست داشت نمیدونه از اینا، فاونیا سورد. خب فاونیا سورده که لول اپ ندارم مثلا هیچی ازش، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه کلا انرژی ریچارج جین براتون تامین میکنه، راحت میتونید تون تون همجوری روتیشن بزنید. آپشن بعدی باز ندارم، سلاح کرافتی اینازوماست و اینجا هم نیست. سلاح چارتر کرافتی اینازوماست یه کلا اتک میده و آپشن خیلی مناسبه، چون که با اتک دوباره چیزتون هیلینگتون اسکیل میشه و خب خیلی جوابه. دیگه میرم سراغ آیتم های دیگه، مثلا مثل اسکای وارد بلید، مثل میس اسپلیتر، مثل چه میدونم هر سلاح دی پی اسینگ دیگه ای که هست، مثل سلاح اسمشون یادم نمیاد، سلاح آیاتو، سلاح دخترم فورینا، همه اینا براش اوکی هست. خب دیگه حالا از اینا که بگذره میرم سراغ مثلا آپشن های تیم تور. خب که توی آپشن های مثلا بیشتر به تیم میخوای اهمیت بدی، میتونی سیفوس مونلایت بذاری یا حتی سپوود بلید که سلاح کرافتی سومروه، یا مثلا اگه مثل من دوست دارین با اسکیلتون دمیج زیاد بزنین، من اسکیل دوستم دیگه، همینی که هست سبک بازم اسکیلیه. خب میخواین اسکیل بزنین مثلا فسترینگ دیزایر اگه دارین، که خیلی باید قدیمی باشین که از اینو داشته باشین، یا اینم ندارین میتونین برین سلاح ماهیگیری فاونتین رو بگیرین که کار اینو میتونه براتون تقریبا انجام بده. یه خب این آپشن های مناسبی هن برای سلاح جین، هر کدوم داشتین بدین دستش کارشو انجام میده، اونقدر زیاد سخت نگیرین چون با همه سلاح ها عملا کارشو میکنه. بریم سراغ قسمت بعدی که میشه آرتیفکت. خب اول از همه بگم مثلا بیلد نکنید. چرا؟ چون مال من اصلا سبک بیلدش متفاوته و اینا رو اصلا به عنوان الگو استفاده نکنید. خب ما اینو بزنیم آره درسته. خب دقیقاً همینایی که اینجا نوشته. وردیسنت ونره بهترین ستیه که شما میتونید روی جین استفاده کنید، به خاطر اینکه اول انمو دمیجش رو زیاد میکنه 15% و در کنارش زمانی که هر سوئل رو بزنید با هر کدوم از المنت های دندرو، پایرو، الکترو، هایدرو، سوئلتون اول که دمیج 60% زیادتر میشه، بعد المنتال رزیست انمی نسبت به اون المنتی که سوئلش کردن 40% در 10 ثانیه میاد پایین، که اونجا خب دیگه اون کسی که باش سوئل کردی میزنه دهن اونو سرویس میکنه، که خب خیلی خوبه. اگر احیانا نخواستین وردیسنت ببندین، بعدش هم نیاین دنبال این آپشن. آپشن دومه حالا
کامیونیتی اشتباهه. آپشن دومتون میشه نوبلس. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب اگه قرار نیست مثلا حالا فرضاً توی تیم فول انمو خواستیم ببرینش، نخواستین از مثلا 4 ستش استفاده کنی، اون موقع بخوایم بالاخره از بافش استفاده کنی که بیا اینجا نوبلس بذار قشنگ از بافش استفاده کن، حالش ببر. آره این 4 ست بعدیمون که میشه نوبلس. بعد از این دیگه میتونی بیای دابل دابل اتک بدی یا یه دونه اتک یه دونه انمو دمیج بونس بدی، دیگه اینا ترکیبش دیگه کاملا آزاده. انرژی ریچارج اتک بدی، اتک انرژی ریچارج بدی، چه میدونم اتک اتک بدی، اتک انمو بدی، انمو انرژی ریچارج، هر کدومو دادی ترکیبی اینا اوکین. آره همه اینا دیگه اوکین. یا حتی برستم یعنی نوبلس با یه چیز دیگه رو میتونی میکس کنی. بریم سراغ مین ستا یا آرتیفکت ها. خب ببینید توی آرتیفکت ها اول که سه تا حالت استایل پلی داشت دیگه. خب دو تا حالتش تقریبا یکیه و یه دون حالت سانفایره که بحثش جداه. پس اول سانفایر رو با هم دیگه میبندیم بعد میریم سراغ بقیه‌شون. سانفایر که اول ستون وردیسنت حتما باشه، کلاهتون المنتال مستری، سندتون المنتال مستری، گابلتون هم المنتال مستری، همه رو المنتال مستری میدین. خب و توی اینا دومال المنتال مستری باشه، چون که کلا اونجا المنتال مستری وقتی بره بالا اینو همچین سوئل بزنه براتون جیگرتون حال بیاد. این راستی لباس دادم بهش فکر کنم، نه بذاریم این لباس ببینم اینجا داریم عوض کنیم. بله پولیه بعد بخریم، نمیخرم پول ندارم. ولی اینجا لیدین لباس کلی داره، فکر کنم تنها کاریتری که ستا لباس داره. اوکی این یکی لباس لباسو بیشتر دوست دارم، اصلا فکرهای بد نکنه لباس بهتر. خب پس سانفایرش با هم دیگه بررسی کردیم، میریم سراغ ساپورت، حالا انمو ساپورتش یا مثلا همون دی پی اس تورش. توی دی پی اس کلاهتون رو باید حتما کریت ببندید، مثلا همین بیلدی که حالا من دارم میرم قاعدتا کلاهتون کریت باشه، حالا چه رایه چه دمیج بستگی به استاتتون که بخواید درستش کنید. گابلتتون حالا اتک یا انمو باشه، اگه دیگه میخواید فقط دمیج بزنه هیلینگشو خیلی کار نداری اینو انمو بذار، ولی من چون هیلینگش هم یکم کار داشتم دیگه اینو اتک گذاشتم. خب خب از اون سمت هم سندتون اگه انرژی ریچارجتون به اندازه کافی هست که چون که کاستش 80 تا است، یه چیز حدود 140-160 تا بسشه. خب اگر هم یه انمای دیگه دارین که خب راحت ترم پر میشه، چون که کولدنش پایینه دیگه، تونتون اسکیل میزنین پر میشه با دیفالت. اتک بدین، اگه نه دیگه انرژی ریچارجتون که انرژی ریچارجتون درست شه. بعد توی ساب استاتاتون دنبال چه چیزایی باید باشین؟ توی ساب استاتاتون دنبال کریت ریت و کریت دمیج و اتک درصد باشین که من ندارم، من رو اینا البته دارم یه چیزایی تو این کیج، تو این 17 درصد اینجا فقط دارم. آره خب یه همچین چیزی. حالا الان میبینین که من مثلا اومدم گلدن تروپ گذاشتم، چون که خب میگم ترکیب دیگه هر چی خواستی بذاری دیگه اوکیه دیگه حلاله. من دو تا المنتال دم اسکیل گذاشتم و دو تا اتک، میتونم دو تا اتک اتک بذارم که هیلش بیشتر شه، ولی همه هیل بسشه کافیه واقعا. خب استات کلیش هم که الان میبینین بالانس شده نسبتا به همین راحتی. بریم سراغ پلی استایل جین. خب آقا برای پلی استایل من اومدم مستقیم جلوی ابیس، چون که واقعا حقیقتا هیچ چیزی نیازی من توی پلی استایل بهتون توضیح بدم. با اسکیل دمیجتون میزنید تموم میشه، بعد برستو میزنید سویج میونه رو کاراکتر کارشون انجام میده، تموم شد رفت. بریم سراغ تیم کامپ های جین با هم دیگه. اینجا ما اینجا الو بزنیم. ببینید یکی از اولین بنی بای دیفالت شروع کنیم، یکی از تیمایی که خیلی مثلا اوکیه ولی بعد نوبل حتما بیلدش کنین دابل جی و دابل انموه که دی پی اس تو این وسط میشه شاو. بذار حالا من تیم براتون بذارم، ولی خب من آلبدون ندارم. خب دی پی اس تو میشه شاو یا حالا الان مثلا میتونین واندرر بذارین، بعدش جانگلی که اونجا نقش شیلد براتون ایفا میکنه و حالا آلبدو اگه باشه خیلی دیگه این ترکیب تکمیله و هم دمیج خیلی خوبی داره این تیم، هم این که سستین قوی داره دیگه، در کل تیم خیلی خفنی. این یکی از تیماتونه. توی تیمای ساپورت هر جور تیمی رو که آقا نیاز داشتین یه دونه هیلری باشه که وردیسنت استفاده کنه براتون، جینو میتونین اونجا بیارین دیگه. تیم زیاده، من مثال براش نمیزنم، کلا حالت کلیشو گفتم که خودتون بدونین رو کجا باید بیارین. بریم سراغ تیم سانفایر که خیلی راجع به صحبت کردیم که المنتال مستری هم باید بیلد باشه. کور تیم سانفایر بنت، بنت و جین کنار هم دیگه باشن، بنت وقتی برستو بزنه جین المنتال برستش، اون المنتی که رو خودته که وقتی بنتو بزنی برست شد المنت رو خودت اپلای میشه، اون المنتو سوئرل میکنه و زمانی که اون المنت سوئرل شه فیلد شما سوئرل تبدیل میشه به اون المنت و یه تون تون داره اون المنتو سوئرل میکنه، اصلا هیچی دیگه یه دنیاییه. بعد از اون آپشن دیگه ای که میتونید کنار این تیم بذارین، حالا یه دی پی اسی بذارین مثلا با هر کسی، ولی مثلا بهترین حالتش میشه رایدن و سینچو که مثلا به جای سینچو میتونن نسخه آپگرید شده شو بذارن که میشه یلن.
پس این میشه ترکیبی که از تیم سانفایر میتونید استفاده کنید که اینجا باید جینتون کلا المنتال مستری بیمشه که کلا یه حالی به کلاستون بده. یه جور تیم دیگه هم که میتونید همین تیم سانفایر رو استفاده کنید توی تیم ملت گانیو بود، همه ملتو چیز گانیو میزد با شیانگلینگ و اینا، ولی گانیو رو اینجا که دارین میارین به جاش دیگه بنتو جینن که دارن پای رو عرب اپلای میکنه دیگه، کاری با کار بقیه ندارن. اینم از تیمای جین دیگه، دیگه چیز خاصی باقی نمیمونه که من بخوام اینجا بهتون توضیح بدم. آیا طوری چند تا عبیس شواف هم اینجا برای بچه بذار که لذتشو ببرم و منم برم اوترو بگیرم. خب دوستان رسیدیم به آخر یک ویدیو دیگه، امیدوارم ویدیو خیلی بهتون کمک کرده باشه. حتما ویدیو رو لایک کنید، چنل رو هم سابسکرایب کنید، زنگ نوتیفیکیشن هم یادتون نره بزنید. این ویدیو برای همه اون بیچاره هایی که 50-50 شون رو باختن متاسفانه یا حالا دوست داشتن گرفتن جینو بفرستین که از این ویدیو استفاده کنن و جینشون رو بالاخره یه دستی به سر روی گل ماه این بچه بکشن دیگه، حالا کاریت خوبیه در کور و استفاده کنن و بتونن راحت بیلدش کنن و بدونن چجوری باهاش بازی کنن که اصلا چیز سختی نیست خدا رو شکر. بازم مثل همیشه دیگه حرف خاصی باقی نمیمونه و تا درود دیگه همه شما رو به آرکان‌های بزرگ میسپارم. بدرود.